کوچیکه، علی کوچیکه، علی بونگی، علی بونگی، نصف شب، نصف شب از خواب، از خواب پری، پری، چشمشو هی مالید بودم، چشمشو هی مالید بودم، سه چهار تا خمیازه کشید، پاشد نشست، پاشد نشست، چی دیده بود، چی دیده بود، چی دیده بود، خوابه ی ماهی، خوابه ی ماهی، دیده بود، دیده بود. بسم الله بابا، انصافا خوب چیزیه ما دارا کی شده ندادیم آخه سر ماه که میشه 20 بار باید بیام برم تو جون بکنی دست برم بکنیم ما کار زندگی داریم آخه با چهار تا خرت و پرت و دوتا پاکت سیگار که هم نمیشه کرایه داد هم شکم صاف بار درست یک کرد تختش کنم و به جایی که پشت این دفن خالی بای سیگار بار باقا بالا کارگری بکن کم بهت گفتم آخه من بنیه این کار رو دارم یا این وری یا اون وری مردم که مال مفت ندارم برم کوف کنی خودت نمیتونی کار کنی بچه تو میتونی بفرستی سر کار بچه‌مو زبونم بودم بزا بیا خونه خانمو بعد از بقیه تو آشپزخونه کار کنه خودم اونجا مواظب شم خاله خانم بادی هر جور شده حساب و صاحب میخوام مرد حسابی من که برسو نمیخوام میدونی چقدر برای فایده داره چند روز دندون رو جگر بذارین هر جور شده حساب و صاحب میخوام مارو باشو بیمه کی میخوان خوبی کنی آبا خاله خانم اینو قدر ببری مثل تو رو نمیدونن جون بهتونشون بکنی آدم بشا نیستن حالا تو برای خودت آدمی شدی برای ما بسه آه وقتی که پول نمیدی بلبل زمین هم میتونی واسه ما نگاه سن و سالت میکنه اقلی و بیدم دندون به دهنت دمونه بابا من که چیزی نگفتم آخه ده بیا بگو والا خب کرایه نمیدی کارم نمی کنی زرم میزنی چرا بی خودی پیش میاری بابا جون ناسلامتی من جای بابای تو هستم آبا حرف اضافی نباشه این چه گفتم سلام علیکم آشان آقا سلام داشتی اسمالی رنگ رو عوض شده نون و روغن احبابت ساخته به دنگاری نون و روغن فرامونه هرکی بخواد گیرش میاد میشه جونتون ما که بخیل نیستیم اسمالی چربی زیاد نلنگون صدات میگیره آشم آبا مدخوا مدخوا داری حاجی هی حاضر اینجا نشسته قربونت داشی خدا بیا مرز آقا والا خانو که از وقتی سر به زمین گذاشت داداش کوچیکش شد صاحب باغ بالا مال و منال دار شد اسمالی و اربابش هم به نون و روغن رسیدن تو چرا صورت میام؟ اصلا گوش بشه به چسب به تنتون یعنی کوفتتون بشه خدا میدونه چقدر دلم میخواست مرد اون وقت حالیش میکردم یه من آش چند وجب روغن روشی خدا رو شکر کنم که زن شدم آره آبجی خدا رو شکر کن که زن شد اونم چه زنی به ننه فولادزاده میگه های زن کیه تو فکر خودت باش که پیر شدی کسی بهت نگفت بابا آره بابا معلوم هم نیست که گلی به سر خودت زده بودی بابا هم میشدی سرمون به درم بگیرد بیدی که تو اصلا تو شوهر داری میمیشی یه خروار جادو جنبه رو ندونست من خودت نگونه لا اله الا الله زن این شکلی و نوبله چادر سر کردنش به زنا رفته بشین پاشوش به مردا قربون کریمی خدا بیشتر به مزاق میمونی تا به زن بودو بودو یعنی بودو دیر شد علیا دیر شد سلام علیکم نشده بود داره دنیا آخر میشه اسمالی تو که میخوای حرف زدن بلد چی؟
به بعد میگم هم خود اندرش گیره هم دست منظورت پوسته گردو تموم کاروارش شده این شازه. خب برادری برای این روزا خوبه از خاطر این خاله چل کسی زنش نشده. چی برادر؟ چی نه برادری؟ چه برادر نه چرا کسی زنت نشده؟ لاغل سفارش بده خاله خانم از تعمونه باقه بالا یه لقمه نون بهت بده با روغن ایوانی پتخ کنی. تو کار زندگی نداری بشه سی تای چار برای مردم میکنی؟ مردم؟ مردم؟ از که تانه این شفتاقی شده جزو مردم؟ تازه بد که نمیگرد براش از سیم بالا بزنی خودت هم به یه نون و نوایی میرسی حق دلالیتون هم اون خانمتون میده. من هم زن میخوام. با این کلا حالا کی برای زیر سر داری؟ دست رو دلم نذار بگوی خودم پاک کلافه شدم از دسته. چه سور و ساعتی را میافته واسه دومادی علی. حالا کی میخوای علی کوچیکی؟ داداش منصور گفته اگه بچه خوبی باشه ناخونامو بگیرم هفته به هفته جون بشورم زنم میده. باری کلا به داداش منصور. حالا ما یه غلطی کردیم دو هفته نشده میگی زن بخوام میرین تو رو خدا. او بابا حق نره تفتی اینه تو که گیری صبح شب داری کار میکنی این زن بگیر از دست بکن نکنه تو هم راحت میشه. جان هر کی دوست داری نبولید بابا این شوخی حالیش نیست با صبح شب جون منو بالا میاری شوخی جدی رو که تمیز نمیده. چل اما جون تو هست کرد آری کلا علی خودت گفتی خودم غلط کردم با تو زبون نفهم زرب سرش نزده خودت گفتی. حالا کیو میخواد که اینجور صف نشسته؟ ماهی کی؟ ماهرخ؟ اون روز چی بهت گفتم؟ آره خانم این نمیفهمه عقلش اندازه یه بچه هست بچه؟ هیکلش نکنی فلفل بریز درش جیز بشه دیگه از این غلطا نکنه. میدونه اگه خانمو بدونه این خلوچل اسم ماه رو خانم میبره چه بلایی سرتون میاره؟ اگه چی کار کنم؟ زنجیرش کن تو خونه. اینو به این بیازاری زنجیر کن تو خونه که چی بشه؟ اگه به زنجیر کردم بود که این اسمالی زنجیر کردم که داره خوب شد. آنا! بسته بینم! لطی سرت به کار خواهد باشه از منم از دل و خشخش نزار ششمون خشخشی! گوش بده من برای خودت میگم خانمو هم بشه اگه خانمو به آسمون برم برس سمون بده هم بگیم ماهرو خانم هزار جور خواستگار داشته خانمو نزدش نزدیک خونهشون بشم. خب میترسه دختر شوهر کنه بشینه سر حساب کتاب اون وقتی که گند کار در بیا خیر و شر اونا به من تو دخلی نداره. من سو جلو دهن اینو بگیر فردا پس فردا این برون برده دهن به دهن بشه دیگه از من کاری ساخته ایستا. آهاکی منصور ایو بکش کنار سنگ نگیرده به حرف این اون گوش نده یه لقمه اون گیرت میاد خدا رو شکر کن واسه خودتو ما در سر درست نکن اسی بری باشه مندی عجب آدم های بی معنی هستن اینا عجب درده سری شده این زبونی را چه درد بابا مگه تفکی حالا چی گفت که گیرن جور سف چسبیدن؟ انگار دختر شای پریون دختر شای پریون هم خوشگلتره. آره؟ آره پر چی خیال کردی؟ اون رو تو باغ بالا دیدمش یه بوی میداد انگاری گل لاله عباسی بابا بذار به همین چیزا دلش خوش باشه. چی رو خوش باشه لوتی؟ نگاه به این خاله خانگاجی بکن ببینی تو رو خدا دامی داره اسمالش بزنید تو سر بچه بشکنه دستش غلط میکنه دستش بلند کنه تردرش میدانه یادتون رفته من پارسال ها زیر بازم چه چار تا چکیش دادم مثل سگ او او میدن دوتا آدم مثل تو بودن اینا اینقدر دور بر نمیداشتن کلی مردم از دستی اینا آسی هم حال خصوص اگه 2010 شایی بدهکارشون باشی دیگه واموسی بر روز پیش این بچه یه حرفی زد جلوی زنک به جان خودم دو ساعت واسش خط نشون بکشید یه وقت برای ملای سرش نگرم با دلت و قرص بگیر اینم یه جور حالیش بکن که دیگه از این حرفا نزنه بایی که اصلا حرف حالیش ایز هاشم آقا همش حرف خودش میزنه این قده میگی ماهی بوش بده این قده بوش خوب بود گفتی گلا رو تو کاشتی گفتم نه خودش در نه خدا کاشته آره کلا تو این رو ماهی گفتی گفت یه گل به من میده گفتم اینا که مال من همش مال تو همش
مال تو. ببین علی داشتم، تو اگه زن میخوای به هیچ کی جز داداش منصور چیزی نگو. گوشت با منه؟ داداش منصور 30 سال آزگاره میگه مایا بو بد میده. خب حق با علیه، این ماهیه با بقیه ماهیا فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. اما علی هی نشین اینجا اونجا این حرفا رو بزن. یهو دیدی شوهرش دادن ها. یه جنوبن داره انگاری مرواریدهای دریا. مگه تو مروارید دیدی؟ داداش منصور قصه دختر شاه پریون رو برام گفته که تو دریا مروارید دستچین میکنه. مروارید داره این هوا. کاش ننم زنده بود. خدا بیامرزه ننه قمم. اقلا اینو میشد تو خونی نگرش داشت. ننم قصه بلد بود 1000 تا. نون و پنیر بی منت قاضی چی میکرد میداد دستم. مگه تا حالا گشنه موندی علی؟ آبستونا تو حیات جونم رو میشد. شبا رو پشت بون برا قصه میگفت. ستاره ها رو نشونم میداد. اون ستاره پرنوره مال منه. ننم میگفت. اما حالا بچهش تکم شد. بشه شما در نکن آشقا، پس بفهم ما اینجا دسته بیریم. نگید فدات شم. شما آقا این حرفا چیه؟ سلامتی، برای خودت مردی شدی. اما هنوز که هنوز تحیدیرت برای ننه آشوبه نیست. ننم اگه زنده بود منتی داداش منصور رو دیگه نداشتم. فوری زنم میداشت. هر چی میگی لاکرلال آخرش به زن میرسه. ببین علی، گوش کن، من از تو بزرگترم ولی زن ندارم. زن میخوای چی کار؟ آدم هستی رو عبیر میکنه. داداش منصور قصه تو هم برام گفته. راست میگن عاشق بودی، شیدا شدی، بعدش شدی جاهل پامنارا؟ دست خوش لوتی، آبرو مارو برد. لاغت میذاشتیم نفهمه بشه جلوش پوزده. شرمندم لوتی، از دست براش قصه تعریف میکنم کم آوردم. دیدم قصه اینجا دیدی قصه ما سوزناکه، گفتی بذار براش تعریف کنم. اشکالی نره داشتم، اشکالی نره. ببین علی کوچیکه، این داداشت برات قصه گفته. قصه از من میشنفی زن بی زن. مگه بیکاری که زن میخوای بگیری؟ خب بیکارم. خب اگه بیکاری برو و دست داداش منصورت کار کن. منم همینو گفتم. مگه نه منصور؟ اگه برم باغ بالا کار بکنم خیلی خوبه. چرا؟ ماهی رو هر روز میبینم. میگن یکی رو تو ده راه نمیدادم سراغ خونه این کت خدا رو میدادم. آره شما حرف بکردیم فرو نمیره. آره شما هر چی میخواد خودتون به زحمت بدیم. تو حقیقا سخت نگیر بابا جون. اگه بخواد هی بهش پیله بکنیم مرده زبونش میشه. آره با نگاه کن، یه مدت هر چی گفت برو خودتون نیاری. مرده بزنم کجه علی چپ. علی چپی، علی راستی. حواظتم جمعه. قدیبا میگفتن اینجور آدم ها از ما خیلی جلوتر. یه چیزا میبینن و یه چیزا میشنون ما از دیدن و شنیدن اونا عاجز. یعنی با از ما بهترون سر و سر دارن؟ چی بگم میتی؟ آقا جن و پری هم چاره اینو نمیده. چی میگه چی من از ما بهترم؟ یه رو به ننم گفتم جن و پری هست؟ خب آره. تو جام که وول میخوردم میگفت جن و پری نازد میکنن. شهر فرنگی یادت اومده بود؟ از که دختر شاه پریون توش بود، لباس های سفید بلند، موهای طلایی، اینقدر نزدیک بودن که آدم با منجو میتونست
دستاشو بگیره منجوقاش رو هی بگیره. این که داداش منصور میگه دختر شاه پریون خیاله، خیاله؟ اونا قصه هست عزیزم، اونا خیاله داداش، اونا قصه هست. آره بابا جون، اینا همش خیاله. پیانم دروغ گفته؟ ننم ها میگفت هر یه دریایی رو اگه ماچش کنیم میمیر، اما سحر اگه باز ماچش بکنی زنده میشه. کله سحر همیشه خواب مونده. کله باباش علی کوچیکه، علی کوچیکه سهر شده بود، سهر شده بود نقره نابش رو میخواد، ماهی خوابش رو میخواد، ماهی خوابش رو میخواد، ماهی خوابش رو میخواد، ماهی خوابش رو دختره اونجا واساده بود. بعد پسره اومد گفت یه گل به من میدی؟ تو چرا ذوق نمی کنی؟ یه گل به من میدی؟ یه گل به من میدی؟ یه گل به من میدی؟ هاشم آقا یه بار بردنش سینما، بار 200 بار اصلا تعریف کرده. بابا بزن با این چیزا دلش خوش باشه. بزن بگه خوش باشه. بعد پسر سوار اسب میشد، رفت پیش دختر. دختره یه بوی میداد انگاری گل داله عباس. مگه تو سیم نمان بو میده؟ خب گل همه جا بو میده. حالا اسمش چیه؟ کی؟ دختره ماهی. نکنه معارف خانم منظور دیگه نه؟ ها همه میگن معارف، من میگم ما نگم نه شازه؟ بله دادشی! آم شو بینم تو! یا تو خبسته کم با بگم مثل معارف خانم دون داری کتیبه نیوار باشی اونو! باشه داداش کله ای بابات نوم بودا خفه ببیر بلد و زنا چرا فوش میدین؟ زدین ایچم طلبین؟ زدین؟ پدرت هم در میارم مگه نگفتم جلو دهنه اینو بگیر؟ میخوای سفتاتو بزنم اجا که از تامبونم بزیدت کنم؟ شیطونی میگه بدم سرکار پاسه اون جفتتون رسمن بزنه. وقتی خاله خانم میگه خفه زوزه نگش دیگه. پدر سگو پررو شدن ها. ببین شازه فقط یه بار، فقط یه بار دیگه این غلطه بکنه خونش با خودته. آرامسا بلش کن بسه دیگه. با شاجر و جشون جمعش کن ببرش. با تو هم دیگه هره بریم خونه. آقا بریم خونه میگم علی. پاشو پاشو ببینم خونه. پاشو بیا. رفته بودیم شهر ماشین دودی سوار شدیم پاسپونه یه سوت سوتکی میزد. ببرش دیگه الهی بمیری زنده کنم پاسپونه سر چهار راه. ببرش دیگه آخه بزنم نزنم. راستی؟ آه بالاخره چی شد؟ چی شد؟ دختره رو میفرستی سر کار یا نه؟ بمیر بابا دایی بابای فرکار رو برمیرن به درک اسی بریم علومم علومم باشه باشه با شجاع شدی تا نمیری جور سکوتی این زهر شریخ به اینا نه؟
سر و صدا را نندازی که خودت کلی پرونده داری. قصه این علیه بد جوری دلمو میسوزونه. این اسمانی و باز درست حسابی خفتش نمید. سلام علیکم. سلام باشم آقا. سلام آقا خانم. اینجا دعوا شده بود؟ آره اسمالی خوابون یه چه خوابون تو گوش علی که چرا؟ بالاخره دعوا سر چی بود؟ شما علی رو دیدین؟ آره این یه بچه میمونه خیلی بیازاره. میگم از ما نیست که یا به هم بریزه به پره به کسی. نه خانم اینجورا نیست. هیکلش رو دیدی؟ بیازاره. تا حالا آزارش به کسی نرسیده. نه ترسید خانم. پس چرا این بلا رو سرش آورد؟ ببخشید خانم شما چیزی به علی کوچیک گفتین؟ چطور؟ یعنی چند بار که دیدینش حرفی هم زدین؟ خب آره بامزه حرف میزن. وقتی ذوق میکنه تو زبونش میگیره. چند بار از دور دیدمش اما چند وقت پیش رفتم جلوی یکم باهاش حرف زدم. همون کار دست بچه داره. من؟ نمیفهمم چی میگی. یعنی من به اسمان نه خانم اینجوری هم نیست. ای بابا پس چی؟ یعنی علی یه حرفایی درباره شما زده. در مورد من؟ بله خانم. خب علی ببخش علی خاطر خواهی شما شده. پس تفلی رو واسه این زدن؟ عجب احمقیه. بچه هست دیگه خول وزه. اونو نمیگم. اینا احمقن که اون بیچاره رو زدن. ها اینا باباشون هم احمقه یا نسبت شما. این اسمالی یه مدت هم محله ما بود. اون پایین با اینا. این پدر و پسر اصلا این خیالشون نبود که ننه صبح و شب کار میکنه که خرج قاقاسی بابا رو بده. بعد اونم خاله خانوم زبطش کرد شد نوکرش. کارهای بابا بالا با خاله خانومه. زبون که کم میاره اسمالی ها میفرسته جون. خط صورت شما هم این یادگار خانم شما که رفت واسه درس و من شد. حالا هم که برگشتیم کسی رو نمیشنسیم. کم تشریف میاریم بین مردم. بله بیشتر خانم تو باغ و صحرا میچرخن. بهتر خانم دلتون وا میشه. هرچی از این مردم دور باشین بهتره براتون. برعکس دوست دارم با مردم بیشتر باشم. مردم این پایین به مرحوم آقای شما خیلی اراده دارن. هرچی اون مرحوم خوب بود. خیلی ببخشید آقا این عموتون از بیخ شیشه خورده داره. حساب خانم با حساب بقیهشون جداست. خدا از بزرگی کم کنه. خانم سر صفه آقا و خانم بزرگ تربیت شدن. بایستتون ببخشید آقا من قصد توهین نداشتم. همقدر آقای خدا بیامرزتون به همه خوبی کرده که شما تاج سر باشید. این زخمم از پشت آقاتون در اومده. این یارو تیغ کشید. درسته پوستمون کلفته اما دلمون برگ گلیه خانم. بعضی زخما عزیزه. لا 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 خانم میبره خانم ها چند نفر شدیده نمیخواد اسمشون سر زبونه باشه. حرف
ناموسه. تو چرا انقدر خری؟ ناموس بازیه. صدا رادیو رو میشنفی منصور؟ بابا ببر اون صدا انکر رو از خواهد تو. بابا نگید حرف بزنه. بابا دی چی به گوشش میخوره؟ فکر کنه حقیقت داشته. یه چی میشنفه بگه دیر آسکی دیده. بگی چی؟ هر چی دادش خواست رو هیچ کم چیزی نگه. نمیتونی تو خونه نگهش داری ببرد شارو مجانی. اینجا از دست ماها در عذابه ببرم ایش زیر دست چهار تا غریبه. تازه کلی پول میخواد اونجا. هرچند اگه پول پله هم داشتم میامدی میامده سفته ها در تو گاف صندوق برده داره خاکی میخوره بابا. همون کاری که بهت گفتم رو جلو پلاس تو جمع کن بزن به چرک جاده. همون چند سال پیش حلقه قلو میخواله خانم توی ننگوچ ساب مردد کرده بودی که حال روزت این ریختی نبود. این خونه یه اتاق کوچی تر جا رفتی باز خود دست و پا تو. اینم بذار دیوونه خونه. یه زنم بسون. میخوای همینجا زن بسونی؟ ده باز به رو بر منو نگاه میکنه. علیه بذارم دیوونه خونه آلاخون بالاخون شم که خانمو به تیرشی قواش لکش از ظرفای علی؟ سیدانه واسه ما شلوزن میکنه؟ با میداره یه جفت گوله میکنن تو سینه‌اش. خانمو اگه غضب کنه منو تو براش فرش کمه کمش میگه زبانشو ببری. دله باباش کیه؟ خودم در بازم علی باشه داده خودم میرم خودم در بازم نمیخوام اومدم همون بدید کیه؟ از تو رادیون اومده بخونه مهمونم واسه تون میاد؟ واکمن جاهلتون که نیست اونو فرستاده میام مدت آبخونک میخوره همون بدین اومدم. شما خونه زندگی ندارین؟ تنگ غروب تا حالا اینجایی؟ مردش مرده میشه زبونی داره لاش نده بود بعد همی سرشو میگرم مندازم تو همی جا دیوونه شدی؟ اون دفعی زدین چی شد؟ سایی خالو چه میانه مردم میانه میره همین کار شاه هم میکاسه وقتی اون دختره ماهی خانی بازش دل میسوزونه دیگه وای به حال مردم تو چه بازا میگه اون خوربتی رو نکن کنار من غریبا در میارم اگه یه جوری داشتی پاشون تو خونه خانم باز شه صفر میشینن تازه کوزه همه رو میریزن به هم اینا برسن تو پنجره جلو پلاس ما رو میریزن تو خراب کنه. ولی ببخشید خانم خانم اون یه فرزقی واقعا بالام راه نمیده توسی آخرش چی؟ بابا بالاخره یکی پیدا میشه دست این دختره رو میگیره یا نه؟ تا حالا چی نذاشتم هرچی اومده یه ایمانی را جایش افروندم تازه اونا آدمی بودن بس خودشون حالا وایستم که یه خوده چرا یکی مثل منصوره خواب خانمو بدوزه؟ امان از این منصور خب ببینید در بیدن بفرمایم خانم بفرمایم بفرمایم شما؟ اینجا؟ چطوری علی؟ اسب سفید قصه هاست این که سیاهه سیاهه؟ خوش شبه تو اسب بازی کن من الان میرم شما اینجا چی کار میکنید؟ ببخشی منم بر بگرم ما خب با این اسب سفید کجا میخواستی بری؟ اسب بیا بیا اسب میره به آسمون میون ابرا میره شب میون ستاره ها ستاره دستچین میکنه دستچین دستچین ننم یادته منم با خودت میبری میون ستاره ها خانم حیف شماست پس بعدا مردم خاله شما این چیزا حالیتون نیست حالی از من تو خیلی بهتر میدونه این؟ آره این اقلا تو بیداری خواب میگیره خواب ستاره ها و ابرا رو میگیره خانم ببخشین ده آدم عاقل واسه تو خواب خواب ببینه نمکنه عین تو؟ من دیشمه خوابم که میبینی خواب ترشی و پیاز و چلو کباب رو میبینی خانم خواب واسه دیگه اینجوره خوش باشه خانم لباساتون خاکی میشه اینجور زمین نشه گلیمه خاکش هم خاک خودست رادیو ویولونگ هم میزنه شما باب باب کردم دوست دارم باب آدم که از خوندن این قیل شما رو حض نمی کنه هر روز یه قریبه خودشون میدارم خاله بدت نیاد اما اگه میفهمیدی میشنی چی چی رو بشنم خانم جون
چیزی نیست خواهر بروش شکر باشو برو بفرمیم پدر منو در میاره ها یعنی نمیدونه یعنی کارا بهش نگفت نه والا نگفتم خاله خانم از کجا میداره گفتیم خانمو با تیر بزنن کیو بزنن منو علیو اگه یه طور این بستر این آکم بشه من میدونم و شما خانم ما چی کار اینا داریم گفتم یه حد دیدی خانمو با میداره خانم حیف شما والا پس فرقون مردون مردون حرف در میداره اینجوریشون نکنیم هزار جور بازون میزنه یه سوزی خوبه اما یه وقتا پاچه آدمو میگیره کوتا این مردم بدونم بدونن هم خودشون رو کوچه علی چپ میزنن علی چپی علی راستی این مزده ها زود گذره این آفتاب لبه بون میرون پس فردا همه یادشون میره که این علی کی بوده و چی بوده اما شما اینجا ریشه دارید خانم عرض میخوام والا شما چه فن و ما که سواد مواد رو حسابی نره اما شما کجا بابا این گدا گشنه ها کجا ساکت شو یه قل دو قل بازی کنی یه قل دو قل بازی کنی ننه نو میگفت تو دریا سبززار است که همیشه خدا سبز سبزه پریان با مرواریدا یه قل دو قل یه قل دو قل یه قل دو قل بازی میکنن آخر خاکی اونجا لباسام خاکی نمیشه علی بیا با هم بازی کنیم دوستش بیا بازی؟ راست بیا گوش کن علی دختر شاه پریان یه ماهی علی دست بهش بزنی بوگند ماهی سر تا پاتو میگیره داداش اونا قصه بودن قصه نون ایمون نمیشه علی آسمون پر گلابیه آسمون سیاست پر گلابیه نه ماهی داره نه دختر شاه پریون رادیو نبود سیر سیرک ها میخونن ساز میزنن دلی دلی میکنن قورباغه ها رو دریا کجاست؟ دریا آخر خاکه؟ از اینجا کلی راست داداش راسته تای اون دریا که تاریک تاریکه مرواری داره که عین این گلابی ها نور دارن ننه ما میگفت نوکرهای دختر شاه پریون هم وقتی بیکاری با مرواری ها یه قل دو قل یه قل دو قل بازی میکنن نوکراش هم آدم حسابی هن این خاله کوفتی که نیست علی دخترش هم دختر شاه پریون خیاله خیاله؟ خیاله خیاله؟ خیاله خیال که نیشگون نمیگیره خدا مرگم شوخی بود اون روز دختر شاه پریون تو خواب میاد داداش از قصه به خواب میاد اگه اصلا بهش فکر نکنی به خواب آدم نمیاد علی قدیما یادته قصه رستم و سهراب رو میگفتن واسه آدم دایی گفتی دختر شاه پریون دختر شاه پریون دختر شاه پریون انگاری دیدن خواب دختر شاه پریون آسان‌تره این همه خاک خدا این همه دشت و صحرا کوه به این بلندی دنیا به این گله گشادی رفتی میونه دریا که چی؟ رفتی میونه دریا دریا که خاک نداره داداش پاکه پاکه این نفس یه بچه که بوش میکنی بوش شیر مادر رو میده علی منم بچه بودم تو همیشه بچه بودی علی یعنی اصلا گنده نمیشم شاید خدا خواست اینجوری باشی یه سر و گردن از بقیه ما سر باشی آدم ها خودشون جاهل پامناره که شبا مست میکنه یه گوشه کز میکنه واسه دل خودش زار میزنه اون هم قصه بود پک چی راسته؟ کشکواده جون؟ قصه نبود داداش اون راست بود بالا رفتیم راست بود پایین اومدیم دروغ بود اینور بشکنم یار گله داره اینور بشکنم یار دروغ نیست وقتی دختر شاه پریون هست کی حوصله رستم و سهراب شرفتن داره؟ خانم دیرتون نشه بفرما خانم آره خانم بریم دیر چک و جونه برای سلامون سرد میشه بریم خانم تنها میری؟ من اومدم
اومدم اینجا که بگم حرفای علینگاری از ته دل من. این حرفا میبخشید خانم، اما یه گودی میباسه ما گیرون تموم شد. جان امیره قربون آدم کیست فهم، من تو دنیا همینو دارم، خوب بدش برادره، هم خونه. عشق به چشش میاد دل من آتیش میگیره. آخ بگی من نستجو میشم خانم، یه چشم به دنیا، یه چشم به علیه. بریم خانم. شبا که تو خواب حرف میزنه و بول میخوره انگاری سخت، این اتاق بدی رو سینم ما رو خانم. شما کجا ما کجا؟ بله باریکلا، من از اول میگفتم این منصور کلش کار میکنه به خدا. اگه نگاه به مزه پرونیش کردین عیبی نداره. دستور بفرمایید تو باغ بالا سر میدونگاه یا همینجا وامی دارم واسه بازی در میاره. خیال کردی من این دیگرونم؟ شما بعض دیگرون خانم، اما این توفیری نداره. آدم نمیتونه چشاشو به بند بگ من کورم. دور از جونشو. من این حرفا رو به کسی نمیگم. میبخشید خانم، من نمیدونم شما چی میگید. این اینه که بچه ملوس رو ببینید بگه مال منه. بچه مادر خودش میخواد خانم. این هم بچه هست. دیدین خوش بودن اومد ماشاءالله، بگید چش نزنید. بریم. اما من دنبال بچه نیومدم اینجا. دلمو پیش علی جا گذاشت. خانم جون. به حق چیزها نشیده. بابا این همه جوون رعنا، این همه خواستگار، بابا این همه مال و منال. وقت دل شما کجا میره؟ میبرته تا اون دور دور رو میبرته. اگه شما کم نیاری این که بازی نیست خانم، این بازی نیست. شما که ماشاءالله همه چی دارین، درس خوندین، اون قدر بزرگ شدین که دیگه واسه عروسک بازیتون دیره خانم. بفهم واسه خاطر علی، واسه خاطر علی، علی رو بکشتم بدم میبرته. دلتون رو ببرید به این باغ بالا، بذارید من با غم خودم این تنها باشم. من میتونم پشت سر درم ببرید. یعنی چی؟ همه خیال کردم مشکل علیه،
خاله هم امشب باور شده. این که خوبه. حالا خیال میکنه خانم منو قبول میکنه. مجبورش میکنی. آسون نیست اما شدنیه. علی و کینه یه توپ قیل خورده و وسط بازی رو علم کردیم که حواسه از من پرچه. حالا یهو بگیم علی نبوده منصور بوده. اما با این دستون دست کردن که کاری هست. خب میگی چی کار کنم؟ نمیتونم پاشم بیام باغ بالا به خانم و بگم منو با غلامی قبول کن. علی چی کار کنم؟ تو عالم خودش تنگ بلورش یه ماهی داره. اونم توی واسه اونم یه فکری میکنی با؟ فکری فکری چی فکری مارو؟ خانمو رو راضی کردی اینو چی بگم؟ چند ماه هی داری میگه ماهی 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 یه دونه از اون خیالاش درست از آب در اومده یه دونه. حالا بهش میگم غلط کردی بیجا کردی. حاجی هست اینه باید دست پاگیر ما بشه. اول باید به فکر اون باشم ما رو بعد خودم. نامردیه به خدا نامردیه. که من سرگردون باشم مردیه؟ تو علیو نمیشناسی. یه دواشک بخواد ندم جونم رو به لب میرسونی. حالا خیالش رو ازش بگیرم. من میتونم جوی خانم رو راضی کنم که قید کلی از املاک و باغا و هرچی رو دارم بزنم با تو از اینجا برم یه جای دیگه. اون وقت علی دیگه با لواشک و چرخ و فلک راضی نمیشه ما رو. منظور من از خیلی چیزا دارم میگذرم. میدونم اما علی به اسم تو دهی بسته. پس بله من چی؟ تو اینو نمیشنسی ما رو. جون به لب میشه. سر دل من که نمیتونی معامله کنی. اون دنیا جواب ننم و چی بدم؟ صدایی بشکنم بالا بنداز و درواجی های علکی رو تحمل کنم. از آشرشته حس ببرم. بشینم پای نقل خاله خانبادی و دوروبریاش که یه غلط کردن یا انقدر لنگونه که نفسشون بالا نمیاد. همه به هم میگن ماهرخ اما با هم پشتاش بگه ماهرخ مثل علی. من دلم میخواد ماهی باشم. علی اینو فهمید اما تو نفهمید. آره تو راست میگی. یه هر تنگ بلوری فقط یه دونه ماهی میتونه بچرخه. یه یاروه بود از که دختر شاه پریو
بازوش خال کوبیده بود. اگه به جاهل پامنار بگم گوش دستنت میبره. به جاهل چی بگم؟ محرم نامحرم بلد نیستی؟ لاهی به حق خدای خود خدا ماهی کوفتت بشه. این حرفا چیه علی؟ این حرف چرا پهنت و بلا میگی؟ این حرفا رو به کسی نگی داداش. این بدن میخوامت که خواب هیچی رو بی تو ندیدم. ماهی بوش بده. حرفا رو جایی نزنی علی. تو برات قصه بگم داداش. قصه بگو. قصه ماهی تدری و بگو. بزرگ داره علی، یه عالم حرف زد جلوی خوده، مگه ندیدی؟ همه چی گم الا علی دیوونه. خوله دیوونه. خوله دیوونه. اگه همون روز اول که با تو دیده بودم زده بودی تو سرم، دیگه اینقدر کس و ناکس تو سرم نمیزدن. ناکس نشدی علی؟ چه شده؟ هاشم آقا داداشی رو. هاشم آقا کجا بود علی؟ چرا نصفش هم این سر صدا میکنی تو؟ خاله کوفتی اگه بدون لگ بلگت میکنی. اینا چی میدونم علی؟ یعنی فرده گرده میشه تا بوده هی میگفته ماهی ماهی. حالا چیز دیگه تو دهنه اینو بذاری؟ بیا پاداشم، بیا من نوکرتم، هر چی بخوای هر جا بگی من نوکرتم داداش. بیا سرت رو زهرون با هم عزیزم. بیا این نازبادش علی، میخوای برات قصه بگم؟ تو هر شب خواب میبینی؟ هر شب؟ هر شب خدا تو که اینقدر خوابای خوب خوب میبینی چرا کم میخوابی داداشی؟ فایدهش چیه؟ ای با میشم. بیا بخواب من مواظبم تو پا نشی. بیا بخواب. دیر باشم. خواب از کسا منو بیدار نمیشه. اگه خواب بد ببینه چی؟ خواب دختر شاه پیوم بده علی؟ قصه شو میگی؟ قصه دختر شاه پریون رو بگو. ماهی بوش بده، یه تیکه پوست تنش واسه علی تنبون نمیشه. یه قصه جدید میگم برات داداش. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ که نبود. چرگیز خوشگلترین دختر زمونه و کچل عاشق بیچیزترین. از مال دنیا هیچ یه تار مو هم نداشت. همزادش که یه دیو بود گفت اگه میخوای به چرگیز برسی شرط بره. به سال به عمر وصال به عمر به عمر. زد شاخی دیوشه کن دیوارای قلعه این برگ خدوم ریختن پایین. صحرا سبز شدن، گلا رقصیدن. علی کوچیک دوماد میشد، به آرزوش رسیده بود علی. کی میگفت ماهی بو بد میده؟ کی میگفت ماهی بو بد میده؟ بوبل لاله عباسی میداد ماهیه، ماهیه دیلوک میزد، علی کوچیک برش کف میزد. بارون بیاد نم نم پشت خونه امم، امم عروسی داره دنب خروسی داره. بارون بیاد نم نم پشت خونه امم، امم عروسی داره دنب خروسی داره. بارون بیاد نم نم پشت خونه امم، امم عروسی داره دنب خروسی داره. جن و فری نبود ماهیه، راست رسکی بود ماهیه. ماهی که تو باغ چرخ نمیزنه، ماهی تو دریاست، تو دریا، تو دریا.
زدشی. خفتم میکنم هیچی نمیگی. هیچی نمیگی. بشکنه دست من. قصه تو رو به کی بگم؟ قصه خودم رو چجوری بگم ای خدا؟ من که گفتم خیلی میخوامه. بیا بقیه قصتو بگو. دلت برای ننه تنگ شد نگاه ما بکن، حالا بیا ببین اسکش تو چا افتاده. فهمیده دلم براش تنگ شده اومده پیشم. داداش منصورم قصهشو تموم نمی کنه. هر وقت دلش میگیره میره تو اتاق چادر نمازتو ور میداره بو میکشه دلش باش. بسن ول میکنم میره. اما آخر قصه رو خودم بلدم. علی کجاست؟ علی کجاست؟ علی کجاست؟ علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ چی میچینه؟ چی میچینه؟ آلوچه باقی بالا جرأت داری؟ بسم الله. من توی اون تاریکیای تهابم به خدا باور کن علی، حرفمو باور کن علی، ماهی خوابم به خدا، به خدا. خانم شقایق سعیدی،
آقای ایمان افشاریان، آقای علی گلرو، آقای گلرو خانواده شما اینجا هستن؟ خانواده هستن. آقای محمد عزیز آذرایش، خانم نرگس شمشیرزاده، آقای مهداد انداچه، علی صمدی. جرأت داری